مجتمع فولادسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان به مرحله تولید رسید. با افتتاح این مجتمع فولادی، تولید شمش فولاد با ظرفیت 1.7 میلیون تن در سال محقق می شود. 6 واحد هست، واحد انباشت و برداشت مواد اولیه، واحد تولید کلوخه، واحد کوره بلند، واحد فولادسازی و واحد ریختگری و واحد اکسیژن. راه اندازی مجتمع فولادسازی یاد شده علاوه بر امکان تولید محصولات صادراتی، اشتغال به کار بیش از 2000 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است. باعث افتخار بنده و همکارانم هست که ما تونستیم شرکت فولاد زرند را بهره برداری برسونیم. تونستیم با تلاش شبان روزی کارخانه را به بهره برداری برسونیم و این نتیجه اعتماد به جوانان است. بهره‌گیری از فناوری کوری بلند با هدف کاهش فشار بر شبکه‌های گاز و برق کشور از نکات برجسته این طرح عظیم است. با استفاده از این فناوری، ضمن تامین انرژی مورد نیاز از طریق زغال سنگ و کوک متالورژی، ظرفیت تولید فولاد هم افزایش می‌یابد. با توجه به شرایط محیط، روش کوره بلند انتخاب کردند و در سال 1392 ما عملیات اجرایی این پروژه رو شروع کردیم و حدود 8 سال طول کشید. در مجتمع کوکسازی فولاد زرند ایرانیان، کارخانه خنک‌سازی کوک به روش خشک هم راه اندازی می شود. کوک گداخته میره داخل یه محفظه بسته و نهایتاً وارد کارخانه خنک کننده یا خنک‌سازی کوک به روش خشک و اینجا با نیتروژن خنک عمل خنک‌سازی انجام میشه و هیچ بخار و دودی هم هدایت نمیشه. این روش صرفاً جنبه زیست محیطی داره. با راه اندازی طرح زیست محیطی خنک‌سازی به روش خشک، سالانه در مصرف 1.4 میلیون متر مکعب آب صرف جویی خواهد شد. علی نجف‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، کارخانه فولاد زرند ایرانیان.